سلام خوش اومدید به قسمت آخر از دوره طراحی با HTML من محمد رضا مهاجری هستم از کانال نیکول وب و امروز قرار است که قسمت آخر رو با هم از دوره HTML داشته باشیم HTML دی مون دیگه تموم شد امروز قراره که یک مقدار راجع به خود HTML و دوره بعد که قرار است با هم شروع کنیم صحبت کنیم فقط قبل اینکه بریم سراغ ویدیو خوشحال میشم که کانالمون رو اگر ساب نکردید حتما سابسکرایب کنید کمک بزرگی به ما میکنه در انتهای ویدیو اگر ویدیو خوشتون اومد حتما اون رو لایک کنید و نظرات و سوالاتتون رو هم برام بنویسید خوشحال میشم که بهشون پاسخ بدم بی معطلی بریم سراغ ویدیو خب بعد از 35 قسمت بالاخره دوره HTML ما هم به پایان رسید و سعی کردیم که HTML رو کامل توی این دوره آموزشی نسبت به آموزش های دیگه تموم کنیم و سعی کردیم که HTML رو تکمیل ترین حالت ممکن به شما ادزان بگیم بعضی تکار رو توی HTML بهتون نگفتیم لزومن بعضی هاشون میشه گفتش که منسوخ شده بودن بعضی از این تکار در HTML فایبی ها هم کاربرد چنانی نداشتن لیست کامل ها رو همونجوری که بهتون گفتم میتونید در وبسایت w 3 ببینید یه چند تا تگ باقی مونده هم بود که اونها رو نگفتیم میتونید در نه وبسایت w 3 بهشون دسترسی دست داشته باشید بعد از دوره HTML همونجوری که میدونید قرار هستش که بریم و دوره CSS رو هم شروع کنیم دوره ای که خیلی میشه گفتش که وابستگی دارن این دو تا زبون ها به هم دیگه و مثلا بعد از قدم اول که HTML هست شما باید قدم دومتون یادگیری زبان CSS باشه که علنا این زبان بدون HTML هیچ معنایی نداره و HTML هم به همین صورت هستش اینها همونجوری که در ابتدای دوره هم بهتون گفتم مکمل هم دیگر هستن و در کنار هم دیگه میتونن در واقع عمل کردشون رو انجام بدن یک نکته که باید بهتون بگم بعد از این اتمام این جلسه اگر قسمتی رو از دوره HTML مشکل داشتید حتما رجوع کنید و مجددا قسمت رو ببینید چون اگر وارد میشه گفتش که دوره CSS بشیم چون ما مداوم با کودهای HTML کار خواهیم کرد پس تقاضا میکنم که اول HTML رو به صورت کامل یاد بگیرید و سپس مراجعه کنید به دوره CSS من. و نکته خیلی مهمی که باید رعایت کنید این هستش که تمرین رو فراموش نکنید میشه گفتش که مهمترین ارکان یادگیری تمرین کردن هستش وقتی شما تمرینی صورت دواز تمرینی انجام ندید و میشه گفتش که کاری رو انجام ندید مسلما روند یادگیریتون ضعیف خواهد شد و مسلما بعضی از مطالب رو یاد نخواهید گرفت پس تمرین رو تو اولویت قرار بدید همونجوری که گفتم اگر قسمتی رو یا بخشی از اشتیمه رو ایراد دارید و میبینید که ضعف دارید حتما حتما بهتر هستش که یک بار دیگه قسمت مربوط به اون مبحث رو ببینید و کامل HTML رو یاد بگیرید که توی یادگیری زبان CSS تون مشکلی وجود نداشته باشه و برنامه که من برای دوره CSS هم چیدم قرار است که با هم کار کنیم احتمالا دوره طولانی تر دوره HTML خواهد بود به دلیل که مباحث خب CSS یک مقدار بیشتر از HTML هست و قرارستش که در طول دوره و شاید در انتهای دوره یک پروژه کامل طراحی سایت رو با هم انجام بدیم که بیشتر شما از آن مسلط بشید به کد زدن و خیلی میتونه کمک کنه توی روند آموزشیتون پس احتمالا ما توی دوره CSS همون علاوه بر این که میشه گفتش که مینی پروژه داریم یک پروژه نهایی رو هم در انتهای دوره با هم کار خواهیم کردش که شامل یک وبسایت هست حالا یک لندینگ پیج رو با هم طراحی میکنیم که شما با اصول طراحی کردن هم مقداری آشنا بشید و برنامه که من قرار استش حالا اجرا کنم بعد از اتمام دوره CSS هم احتمالا وارد مبحث میشه گفتش اصلی کارمون بشیم که وردپرس هستش من ابتدا اومدم زبون های CSS و HTML رو برای یادگیری وردپرس هم به شما از یاد دادم به خاطر اینکه به نظر من نیاز بود که برای طراحی سایت فرقی نمیکنه تو چه کار کنید مهم هستش که این دوتا زبون که زبون پایه طراحی سایت هستن رو یاد بگیرید پس شما میتونید بدون این زبون ها هم میشه گفتش که وردپرس رو یاد بگیرید اما بهتر هستش که از این دوتا زبون در واقع بهشون مسلط باشید به خاطر اینکه وردپرس بعضی نقاط و بعضی از جاها شما مجبور هستید که از کودزنی هم استفاده کنید پس این دوره ها رو قشنگ با دقت مشاهده کنید که برای دوره اصلی اون که دوره تر سایت با وردپرس هست به مشکلی بر نخورید من سعی کردم در طول دوره HTML مباحث رو به ساده بیان کنم اگر جایی مشکلی بود از نظر آموزشی و از نظر گفتار از شما همینجا از خواهی میکنم و امیدوارم که تونسته باشم کمکی در خصوص یادگیری به شما ایزان کرده باشم دوره CSS همونجوری که بهتون گفتم یک مقدار احتمالا دوره طولانی خواهد بود ممکنه حالا شامل 60-70 قسمت بشه بخاطر اینکه مباحثش خب نسبت به HTML یک مقدار بیشتر هستش پس این انتظار رو از شما ایزان دارم که HTML رو به صورت کامل یاد بگیرید و تمرین کنید چون پیش زمینه HTML در واقع پیش زمینه زبون میشه گفتش که CSS یادگیری کامل زبون HTML هستش پس از شما تقاضا دارم که این زبون رو کامل بهش مسلط بشید که میتونید از در واقع ویدیوهایی که تو قسمت های قبل در واقع ضبط کردیم استفاده کنید مجددا بدون اونها رو ببینید و یک دوره هم براتون بشه یک نکته دیگه هم که میخواستم خدمتون بگم میتونید در واقع حمایتتون رو از کانال با لایک کردن با کامنت گذاشتن در واقع حمایت خودتون رو هم با انجام بدید بهترین حمایت که میتونید اما انجام بدید همین ساب کردن کانال هستش لایک کردن ویدیوها و در نهایت هم کامنت گذاشتن که میتونه کمک بزرگی به کانال هم بکنه در ارتقای کیفیت ویدیوها و کلا مباحث آموزشی که میتونه یک انگیزه هم برای ما باشه که کارمون رو ادامه بدیم این جلسه هم به پایان رسید فکر نکنم نکته دیگه باقی مونده باشه توی دوره CSS منتظرش از شما ایزان هستم بلا فاصله حالا یا با یکی دو روز تاخیر شروع میکنم به ضبط کردن دوره CSS و نمیخوام فاصله بینشون بیفته که توی یادگیرتون تاثیر بگذاره و میتونید بعد از اینکه دوره اشتیمه رو نگاه کردید دوره CSS هم پشبندش نگاه کنید و آموزش ببینید در انتهای ویدیو طبق روال همیشه گیمون کانال تلگرام پیج اینستامون رو رو این پایین براتون قرار دادم خوشحال میشم که عضو این دوتا در واقع کانال و پیج هم بشید میتونه اونجا هم او میتونید اونجا هم آموزشاتی رو مشاهده کنید تو پیج انستامون هم آموزشاتی مربوط به تحرایستات یا حالا مسیر تحرایستات قرار دادم که از اونها هم میتونید استفاده کنید همجوری هم که میدونید تو کانال تلگرام هم لینک تمام پروژه هایی که کار کردیم در طول جلسات میتونید اونجا بهشون دسترسی داشته باشید همراه با لینک تمامی آموزشات کانال یوتیوبم صحبت دیگه باقی نمیمونه منتظرتون هستم تو دوره CSS تا آموزش دیگر خدا نگهدار